سلام بچه‌ها، چطورید؟ من کوروشم، با یه دیجیتک دیگه برگشتم. نوبت رسیده به شیائومی. این کمپانی اصلا یه محصولات عجیب غریبی درست میکنه که از آدم میمونه. یه تاپ 10 راجبش درست کردیم، لینک چو میذارم این بالا. بعد از این ویدیو برید اونو نگاه کنید. اما داستان ویدیوی امروز چیه؟ راجب شعافای شیائومیه. یه محصولات عجیب غریب خفنی که فقط مدیر عاملشون اینا رو دیده، معرفی کرد، یه دو تا عکس هم باش انداخته. دیگه هم کسی اینا رو ندیده. چی شده؟ حالا میپرسین چه محصولاتی؟ تو این ویدیو ازتون تعریف میکنم. محصولاتی که میخوام ازش صحبت کنم در حد شعافن فقط. یعنی شیائومی میاد توی نمایشگاه یه گوشی معرفی میکنه، میگه آقا از هر طرف که اینو نگاه کنی نمایشگره، حتی وقتی پشتش به ماست. قیمتش هم میذاره 2700 یورو که هیچ احد و ناسی نره اینو بخره. یا مثلا میگه آقا من مشکل قرنو حل کردم، یه دستگاه درست کردم، میذاریش گوشه خونه، کافیه تو خونه راه بری دم و دستگاه رو بزنه شارژ کنه، گوشی، ساعت، هر چی که داری از دور واسات شارژ میکنه. حالا اینا چیزی نیستن که، جلوتر یه محصولاتی بهتون میگم وقتی بفهمید اصلا شیائومی اینا رو تولید کرده و نشونشون داده اصلا دود از کلاهتون بلند میشه. بیاین از یه محصولاتی شروع کنیم که کلا یه دونه ازش ساخته شده. تو مراسم 10 سالگی شیائومی این کمپانی اومد یه تلویزیون شفاف معرفی کرد به اسم می تی وی لاکس. حالا شفاف یعنی چی؟ یعنی از این ور میتونی اون، یعنی امیر اگه اونور تلویزیون بشینه من این ور، تو میتونی امیر رو ببینی، امیر هم میتونه منو ببینه. تنها وقتی هم که دیدیم این تلویزیون بجز خود افراد شیائومی به دست یه بدبختی رسید، کی بود؟ این یوتیوبرای یوتیوب بودن که یه دونه ویدیو ساختن، گفتن عجب ویدیوی خاصه، تلویزیون خفنی، اونورش معلومه، اینورش معلومه، تموم شد رفت. دیگه هم کسی این تلویزیونا رو ندیده. تو سایت خود شیائومی هم برید اصلا واسه فروش نذاشته اینو، یعنی خود شیائومی هم یه جورایی بیخیال شده. یه شعاف تر و تمیز که میگه آقا شیائومی تو همه چیز اوله، حتی تو ساخت یه تلویزیون شفاف که به دردم نمیخوره. حالا میگید این تلویزیون شاید یکی یه جای دنیا اونقدر پول داشت که رفت اینا خرید گذاشت گوشه خونش که علاوه بر خود محتوا دیوار پشتش هم بید. حالا یه چیز دیگه خفن دیگه میخوام واسهتون معرفی کنم، یه دستگاه اسمش می ایره. حالا این می ایر چیه؟ یه دستگاه شبیه یه گلدون، شما میذاریش گوشه خونه، همه دم و دستگاه شیائومی شما رو شارژ میکنه از دور با امواج با چه امواجی شارژ میکنه؟ الکترومغناطیسی شاید انرژی ترانسمیتینگ. و دیوار و مانع و اینا اصلا واسهش مهم نیست، یعنی شما مثلا برو تو اتاق بغلی این کار خودش رو میکنه، شارژ میکنه. دستگاه خیلی خفنیه، ولی اونقدر خفنه که شیائومی یه دونه ویدیو از این نشون داد. اصلا حتی خود دستگاه اصلی هم کسی از نزدیک نرفت ببینه. حالا اگر شما اونقدر خفنید که تو خونتون یا تو خونه رفیقتون اینو دیدید، من اصلا میذارم زوروش. میام میگم سلام، من زوروشم. این گوشی میمیکس آلفام که دیگه کلن گفتن نداره. تنها باری که این گوشی رو ما از نزدیک که یعنی از دور از پشت مانیتور دیدیمش تو همون مراسم معرفیش بود که اومد گفتش که آقا این گوشی هر طرفش نمایشگره به جز یه نوار اون پشت که اونم دیگه دوربینا رو باید جا بدادن توش دیگه. حالا این نمایشگرا به چه درد میخوره؟ به این درد میخوره که به این درد میخوری که شما میتونی تو هر سمتی که میخوای هم فیلم ببینی هم بازی بکنی. تازه بعد از یه سال یه دونه دو تا از این گوشی‌ها رو فرستادن واسه این یوتیوبرها، اونا گفتن به به، چه چه، عجب چیز خفنی. دیگه تموم شد رفت، پروندهش بسته شد، این گوشی دیگه جایی شما ندیدی. اگر اسم اینو شعاف نمیذاری من دیگه نمیدونم چیه. هنوز جای جوهر تر مفهومی میمیکس آلفا خوش نشده، شیائومی اومد گفت یه گوشی دیگه واسه تون آماده کردم هر چهار طرفش نمایشگره. اینجوری دیگه نه جای پورت داریم، نه جای واسه دکمه پاور داریم، نه جای واسه دکمه ولوم داریم، حتی دوربین سلفی پاپ اپ هم دیگه تموم شد رفت. داستان چیه کلا؟ حالا توی یه ویدیوی دیگه من اومدم گفتم که آیفون هم قراره احتمالاً بدون پورت معرفی بشه، لینکشو میذارم بالا، برید اون ویدیو رو بعد از این ویدیو ببینید. اما چرا میگم آیفون مثلا میشه ولی شیائومی داره اینجوری گوشی میزنه نمیشه؟ آقا یه نگاه به این گوشی بنداز، هر چهار طرف شیشه است. آیفون با یه استدلالی منطقی اومد گفت حالا من این پورت رو حذف کردم، یه مکسیف اون پشتش دارم، ولی این از این خبره تو این گوشی نیست. تازه اینقدر نمایشگر داره این گوشی، شما از هر طرف گوشی رو نگاه کنی یه تاچ اشتباه یه جا میخوره، اگه سیستم عاملش هم درست نفهمه مثلا گوز والا گوز میشه. نفسم دوباره گرفت. حالا خدا نکنه شما این گوشی رو بندازی، از وزن نمایشگر داره کافیه یه جا بخوره زمین، کل گوشی یه ترک اسمی میخوره، خورد میشه، تموم میشه، میره. حالا بیافت دنبال تعمیرکار و نمایشگر تعویضی و تعمیری و این داستانا.
میبینن چیکار میکنه. پشتش دیگه خدا رو شکر نمایشگر نیست، این لبه هاش نمایشگره. خیال راحت، شما بخر. این گوشی دقیقا مثل گوشیه که تو فیلمای علمی تخیلی میبینی، یعنی خیلی خفن و خفنه ولی خب به درد نمیخوره. خوراک شعافه، اونم نه شعافی که من بخرم بگم امیر بیا این گوشی رو خریدم هر چهار طرفش نمایشگران، نه، شعافی که برای بچهای توسعه تحقیق شیائومی گوشی رو برمیدارن، میگن به هواوی زنگ میزنن میگن سلام من توسعه تحقیق شیائومی ام، این گوشی رو ساختم، از اون برم ریچاردیو برمیدارن میگه خب سلام منم ریچاردیو به درک. در همین حد یه شعافه به تمام معنا که اصلا معلوم نیست چرا باید این گوشی رو بسازیم. حالا اینا چیزایی بود که مربوط به تکنولوژی و گوشی و اینجور چیزا هست. با خودتونم میگید آقا خب مگه چه اشکالی داره، اینا نوآوریه. منم نمیگم اشکالی نداره، نوآوری مشکلی نداره، اصلا نوآوری تنها چیزیه که این صنعت موبایل و تکنولوژی داره میبره جلو. مشکل من با شعاف، آقا با شعاف. حالا اگه اینا رو قبول ندارید یه چیزی جو الان واسهتون تعریف میکنم که اصلا کامل بفهمید شعاف یعنی چی. شیائومی میخواد یه عینک هوشمند بزنه. آقا اوکی، عینک هوشمند همه میخوان بزنن، اپل گفته میخواد عینک هوشمند بزنه، سامسونگ میخواد بزنه، شیائومی میزنه، هواوی میزنه، اصلا مشکل نداره، همشون دوست دارن مثل گوگل گلس یه عینک هوشمند بزنن بهتره کنن برن. اما عینکی که شیائومی داره میزنه دنبال چیز دیگه ایه. هدف این کمپانی چینی اینه که به کمک امواج نوری و رادیویی بیاد بیماری‌های مغزی شما مثل افسردگی و استراب رو درمان کنه. زیادتون نره این یه پتنته، خیلی از پتنت ها اصلا رنگ روز رو به خودشون نمی‌بینن. اما شیائومی میگه نه آقا، یعنی پتنت یعنی چی؟ من میام یه ویدیوی تبلیغاتی و پرهزینه واسش درست میکنم، این یارو عینکه رو زده، اون یکی رو نگاه میکنه خوشحال میشه، تو اصلا این چیز خیلی ویدیو هنریه واسه خودش. بیمارستان میلاد پورتابله، نگاه میکنی یارو حالش خوب میشه. حالا شما اسم اینو چی میذاری؟ شعاف. باری کلا شعاف. آقا یا محصولو بساز معرفی کن بده بازار، یا اینجوری تیکه تیکه ذره ذره یه تبلیغ الان بدم یه تیزر اونجا بدم، نکن داستان دیگه اصلا میفته. خیلی از این محصولات و کانسپت هایی که واسه تون معرفی کردم ممکنه یه روزی راه خودشونو به محصول نهایی تجاری که به دست من و شما میرسه وا کنن. اصلا اینا نوآوریه، تو ویدیو هم گفتم نوآوری چیز بدی نیست، ولی به شرطی که یه استدلال منطقی یا یه ده تا ازش بساز بفروش ببینید چجوریه، این اوکیه. ولی اینکه شما بیا یه چیزی رو معرفی کنی و فقط هم معرفی کنی بعدش هم خاک بخوره تو گنجه گوشه کارخونه، این چیز درستی نیست. من مخالف این هستم. مثلا همین سامسونگ خودمون اومد یه دونه نمایشگر تاشو معرفی کرد، یه نمایشگر با لبه خمیده معرفی کرد، سال بعدش هم گوشیشو داد، گلکسی نوت 4 اج، یه طرفش خمیده بود. گفتیم خب حداقل ما کانسپتشو دیدیم، شعافشو کرد، گوشیش هم داد. یا مثلا همین نمایشگرای تاشو، همین گلکسی زی فلیپ و زی فولد و اینا، یه همه در اصل و در اول و در ابتدای راه و در آغاز شروع همشون کانسپت بودن و شعاف بودن، ولی حداقل محصول نهاییشو دیدیم. خب یه شعافی که به سرانجام رسیده. از اون طرف اپل اومد یه شعافی کرد، گفت من یه دونه ایر پاور واسهتون درست میکنم، یه شارژر وایرلس خفن، شما آیفون تو بذار روش شارژ شه، ایر پادش رو بذار روش شارژ شه، همه رو با هم شارژ میکنم. ولی نتونست، کلا زد زیر میز، گفت واقعا اصلا من این توضیح نمیکنم، تولید نمیکنم و به بازارم ارزش نمیکنم. یه شعاف ناموفق. استاد چطور بود؟ حالا همه اینا رو این شیائومی معرفی میکنه، هیچ وقت به دست من و شما نمیرسونه. این مثلا مشکل من همین بود که این ویدیو رو واسش درست کردم. اگر اینجوریه که من و امیرم یه تیم تحقیق توسعه داریم، کلی چیز خفن درست کردیم که اصلا هیچ وقت به دست شما نمیرسه. مثلا امیر اون روز اومد گفت حاجی من یه ایده دارم اینو بسازیم میترکونه. گفتم چیه؟ گفت یه بیل میسازیم که شارژ نخواد. نمیخواد واقعا، هم شارژرم نمیخواد. این در این حد خفنه. مداد سیم کارت نمیخوری، بیا از این ایده خفن تر. گل مصنوعی که نور نمیخواد اصلا، اون میذاری آبم نمیخواد، یه گوشه میذاری واسه خودش همونجوری رشدم نمیکنه. خیلی ایده خفنیه. حالا نظر شما چیه؟ به نظرتون شعافایی که هیچ وقت به محصول نهایی تبدیل نشن واسه این صنعت لازمه، یا اصلا کلا چرا باید بریم سراغشون؟ حتما تو کامنت ها واسه من بنویسید، بیاین با هم بحث کنیم، بزنین تو سر کله من بگم خوبه تو بگی بده، حتما این کارو بکنید. اگرم تا الان سابسکرایب نکردید کانال یوتیوب دیجیاتور رو که همین الان دکمه قرمز رو بکوب روش، تا ویدیوی بعدی بیام خدمتتون.